مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع صبر انقلابی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، محرم سال 1390، جلسه چهارم، 50 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از برجسته ترین ویژگی های شخصیتی انسان همین ویژگی صبر هست، جدا از اجرهای عجیب و غریب اخروی که در آیات قرآن دیروز دیدیم، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبا دار. از بین همه خوبی های مؤمنین به صبرشون به اونها سلام داده میشه، به صبرشون صدا زده میشن، در بین همه خوبی ها به صبرشون پاداش داده میشن. در آیات مکرر قرآن پاداش مؤمنین از بین همه ویژگی هاشون به صبرشون داده میشه. جدای از بحث اخروی صبر و آثار اخروی صبر، از نظر شخصیتی یکی از مهمترین ویژگی های یک انسانه که البته با تمرین و ممارست به دست میاد. تقریبا نمیشه گفت که کسی هست که از نظر صبر آمادگی کامل داره، ویژگی های دیگرش ممکنه نقص داشته باشه. بعضی از نظر سخاوت، بعضی از نظر مهربانی، بعضی از نظر هر کسی از نظر یه صفتی ممکنه برجستگی یا نقص خاصی داشته باشه. ولی نمیشه گفت کسی از نظر صبر کامله و نیاز به کار نداره بره سراغ صفات دیگر خودش، چون صبر یک ویژگی و صفتی است که همه بهش نیاز دارن که روش کار بکنن، همه باید این ویژگی رو در خودشون ایجاد بکنن. در بسیاری از ویژگی ها میشه اونها رو مادرزادی برای بعضی ها تلقی کرد، ولی صبر اینجور نیست. منتها بعضی ها مثلا ممکنه به ظاهر بردبارتر به نظر بیان، به ظاهر حلیمتر به نظر بیان. اینها دلیل برای این نمیشه که اهل صبرن به معنای واقعی کلمه. در کوران امتحان که قرار میگیرن، در متن جهاد که قرار میگیرن، اون موقع صبرشون آزمایش میشه. مثلا بعضی ها هستن، آدم های هستن که شتاب زده عمل میکنن، بعضی ها نه خیلی آرام عمل میکنن. اینایی که آرام عمل میکنن دلیل نمیشه که صبور باشن به معنایی که قرآن داره میگه. با بعضی آدم های عصبی مزاجی هن، بعضی ها عصبی مزاج نیستن، ناراحت هم بشن یه لبخند میزنن، آدم به ظاهر میبینه صبورانه دارن برخورد میکنن، ولی واقعش اینه که این روحیه معلوم نیست اون صبری باشه که در قرآن ازش سخن گفته شده. صبری که در قرآن ازش سخن به میان میاد اینه که بتونی تو مسائلی که این دنیا برات پیش میاد، مصائب، مشکلات، همه رو بندازی عالم آخرت، بگی آخرت من جزاشو میگیرم. اینجور صبرها که طرف عصبی مزاج نیست، طرف شتاب زده نیست، اینا رو بهش میگن صبرای یکی دو ساعته.
صبرای یکی دو روزه، صبرای یکی دو ماهه، صبرای یکی دو ساله، صبرای 30-40 ساله. اون صبری که انقدر ارزش داره که بهشت رو به خاطر این صبر میدن، صبرای دنیایی آخرتیه. بندازی به آخرت. این صبر مصداقش آدم بخواد تعیین کنه که کی اهل این صبره، اون کسیه که تو این دنیا در جهاد جون میده و هنگام جان دادن صبوره، میذاره برای اون دنیا. از رسول گرامی اسلام پرسیدن مل ایمان، ایمان یعنی چی؟ فرمود صبر. اون صبر صبریه که یاران رسول الله، مجاهدین فی سبیل الله، از خدا تقاضا میکنن ربنا افرغ علینا صبرن. مکرر در قرآن کریم اومده چنین تمناهایی از خداوند متعال. و ثبت اقدامنا، ثبات قدم ما بده. همون آدمای حلیم، همون آدمای به ظاهر آروم، اگر حب و دنیا درشون باشه، اگر راحت طلبی درشون باشه، در برخی از امتحانات الهی خیلی راحت مثل آب خوردن از کوره در میرن و از صبر خارج میشن و ثبات قدمشون رو از دست میدن. این داره جون منو میگیره. سر جون کسی به این سادگی تعارف نداره. صبری که در قرآن این همه ارزش داره، یه خصلت فرعی اخلاقی نیست، یک ویژگی برجسته روحی است. و بلکه خیلی از یک ویژگی برجسته روحی فراتره، با ایمان در هم تنیده. مهمترین امتحان ایمان در صبر، که آقا ایمانش رو امتحان کنیم میشون چقدر ایمان داره. مهمترین عامل آورنده صبر ایمانه. هر کسی چقدر ایمان داره. حالا ما که نمیتونیم معمولا بکشیم ایمان خودمونو که ما 1 کیلو ایمان داریم، 2 کیلو ایمان داریم، چون امام صادق علیه السلام فرمود ایمان ذو مراتبه. در قرآن کریم هم فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، از 12-13 مرتبه‌ای که، حالا به طور دقیقش 12 مرتبه‌ای که دستور به ایمان داده شده در قرآن، نصفش مال مؤمنینه، اون نصف دیگه‌ش هم مال اهل کتابه بازم تقریبا اونجوری که یادم هست. لذا ایمان یک مسئله ذو مراتبه، مکرر به عبارت‌های مختلف در قرآن این کاملا مشهوده. حالا اینو دقت بفرمایید، هر کی چقدر ایمان داره، دستامونو ببریم بالا، آقا من 2 کیلو دارم، آقا من 3 کیلو دارم، آقا من 30 کیلو دارم، آقا من 3000 کیلو دارم، خب چقدر دیگه جا داره ایمان داشته باشیم؟ ایمان هر چقدر بری جلو جا داره. درجات ایمان متفاوته، بین اولیاء خدا تفاوتش بالا زیاده. مثلا گفتن که آقا یا رسول الله، حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه میرفت. فرمود بله، اگر ایمانش یقینش بیشتر بود رو هوا راه میرفت. حضرت عیسی ابن مریم جا داره ایمانش بره بالاتر. اگه بیشتر ایمان داشت رو هوا راه میرفت. بله خب اونا از پایین نگاه میکردن، وای چجوری شده روی آب ایشون میتونه راه بره. رسول خدا دست این اصحابشو گرفت برد بالا، گفت اونجا رو نگاه کنید، اینا چیزی نیست، برید بالاتر رو فکر کنید بهش. صبر یک ویژگی و خصلت شخصیتی هست، خیلی هم برجسته است، ولی فراتر از یک ویژگی و خصلت شخصیتی و اخلاقیه، با ایمان در هم تنیده. یه حرف بسیار
بیرحمانه، خطرناک، جالب، جذاب، نمیدونم همه اینا هست. میخوام الان بزنم شما ببینید این حرف با تک تک ماها باید چیکار بکنه. هر کی ایمانش چقدره؟ گفتید آقا حساب کردی؟ خدا امتحان صبر هر کسی رو از اون مقدار ایمانی که داره به بعد میگیره. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. هر که ایمانش بیشتره، بیشتر باید مهیا باشه برای امتحان صبر. چجوری خدا امتحان میگیرم سرش بحث باید کرد. چجوری خداوند متعال از هر کسی ایمان امتحان میگیره؟ نمیدونم. خیلی پیچیده است. اصلا یه الگوی خاصی نداره. ولی شدتش رفقا، اون مقداری که ایمان داری، این ایمان رو باید افزایش بدی. وقت اون ایمان رو وقتی بخوای افزایش بدی، چه اتفاقی میفته؟ امتحانت میکنه ببینه میتونی صبر کنی یا نه. یه نفر از مؤمن ترین مؤمنان پیامبران اولو العزم باشه خوبه؟ خوبه دیگه. در قرآن کریم صبرش شکسته باشه مثال بزنید. حضرت موسی کلیم الله علی علالبی نوالیه و علیه السلام با خضر میرفت. خضر فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی. چی بود عبارت؟ لن تستطیع معی صبرا. ببین تو تا اندازه خود خیلی خوبی، بیای پیش من میبری یا نمیتونی صبر کنی. خضر در راهه. اصلا خضر در راه یعنی چی؟ یعنی آقای امام زمان علیه السلام من حواله به نسیه ندم. بله انشالله خضر در راهه و آقامون انشالله تشریف خواهند آورد. خضر در راه ما هم موسی نیستیم. موسی بشیم برای خضر تازه کمه. منتها این که گفتم نمیخوام حواله به نسیه بدم، هرچی فتنه ها شدید تر بشه و پیچیده تر بشه، شما نزاعه ها رو حداقل علی ظاهر در اون گروهی تر میبینید. امان از وقتی که بچه حزب اللهی های ولایت مدار رو هم جلو هم دیگه وایستن. به شما قول میدم فتنه های آینده کاری بکنه که این اتفاق بیفته. نه رو حساب پیشگویی، رو حساب پیشبینی بر اساس قواعد، بر اساس اتفاقایی که تو این 30 سال افتاده و بر اساس قواعد سنن الهی. نمونه هاش هم دیده میشه. اونجاها چی به درد میخوره؟ تو رهبر تو خضر بدونی و از موسی بهتر باهاش عمل بکنی. حضرت موسی بن عمران نتونه صبر بکنه با خضر. تو باید بتونی برای خضر راه خودت صبر بکنی تا آقا بیاد. راه دیگه نداریم اصلا. نمیخوام جهتگیری بحث رو محدود بکنم به یک نقطه، اما شما این نقطه رو بهش توجه بفرمایید که انتخابات دور قبل مقام معظم رهبری حدود 10-12 روز 2-3 هفته قبل از انتخابات فرمودن بعضی های وقت مواظب باشن انتخابات رو به تشنج نکشن.
این انتخابات جدید مجلس مقام معظم رهبری 6 ماه قبل فرمودن مواظب باشید بعضی ها به تشنج نکشن. نقشه دارن، دشمنان ما مطالعه میکنن، بالاخره دوستان نادان، من خود ما هم من بنده نادانم دیگه، دوستم به حساب بیام انشالله که به حساب بیام، یه نادانی میکنم کمک به دشمن دانا، اونایی که پشت پرده فتنه 88 بودن اونا 2000 عقلشون برسه میگن دفعه بعد دعوا رو باید بنازیم بین حزب الله یا 2000 عقلشون برسه باید اینجوری کنن، اون دعوا میگیره. طبیعیه دوتا بچه مذهبی با هم دیگه نزاع بکنن، همه اون آشوبگرا و سطل آتیش زنا هم میان میگن بالاخره شلوغترش کنیم، اونا که براشون فرق نمیکنه اون سطل رو بخواد آتیش بزنه. این معنای پیچیده تر شدن فتنه هاست، چیز عجیب غریبی ما نمیگیم، قبلا هم اینا رو میگفتیم. 2 سال قبل از فتنه 88 هم این بحث بود که آقا فتنه ها پیچیده تر خواهد شد. اون بحثی که داشتیم یه سالی که دورانهای نزاع رو میشه مردیم، نزاع بین مؤمنان و کافران، نزاع بین مؤمنان و منافقان، نزاع بین مؤمنان و مؤمنان، این سخت‌ترین مرحله است که اصلا اختلاف‌ها رو نباید اجازه داد به نزاع تبدیل بشه، یا اگر این اختلاف‌ها خواست اذیت بکنه باید چگونه با اخلاق و ولایت مداری مدیریتش کرد. نزاع‌ها در دوره سوم بر سر اولویت هاست. گاهی آدم می‌بینه الان تو مباحثه‌های 4 تا بچه مذهبی سر تفسیر فرمایشات آقا با هم دعوا میکنن، الان آقا که هستن دو روز دیگه هم صحبت میکنن قصه روشن میشه. این شما چه دارید دعوا میکنید با هم؟ نمیگم دشمن ما خیلی قویه، خیلی مدبره، گفتم 2000 عقل داشته باشه میفهمه بین کفر و اسلام که دیگه نمیتونه جنگ بندازه که این که میفهمه که دشمن ما تو کشور کشورهای خودشون نابود شدن، اسرائیل دیگه اصلا امیدی به بقا نداره، لیبرالیزم غرب و آمریکا هم که هیچی چیزشون نمونده. شما این مقدمات فروپاشیش داری میبینی، اونا خودشون طبق مطالعه تا آخرش رو دیدن، صداشو در نمیارن. عاملش هم ما این اصلی ترین عاملش که جهان رو براشفتیم و براشوب کردیم، پراشوب کردیم علیه استکبار، ما این دیگه طبیعتا ما، یعنی انقلاب اسلامی ایران. هنوز امید دارن این سرچشمه رو بخوش کنن، کنترلش کنن، محدودش کنن. خب چی کارت میکنن؟ هر گروهی رو به هر بهانه‌ای با این متدینین انقلابی در انداختن شکست خوردن، ور افتادن. در فتنه 88 شما دقت کنید چقدر اینا سعی کردن از اموری استفاده کنن که بوی انقلابیگری میده. اصلا اون بنده خدا در 12 میلیونی رأیی که آورد نصفش مال شعارهای حزب اللهیگری بود که داد، نصفش مال امام امامی بود که گفت، و الا اون طرف اینقدر رأی ندارن. ما میشناسیم تو مردم. یا حسین یا حسین میکردن. و
البته شما اون کسانی که تو خیابونا دیگه با رادیوی بیگانه می اومدن می دیدید که بیدینند و ضد انقلابند و اکثرا اینجوری هستن، ولی یه بدنه پشترشون اصلا شوخی بردار نیست. اونا سعی کردن دفعه قبل مدیریت کنن، تا یه درصدی هم موفق بودن، و همین راه رو یه جور دیگه برنامه‌ریزی میکنن تا درصد بیشتری موفق باشن. اینجا چی میخواد؟ صبری میخواد که موسی بن عمران در مقابل خضر نداشت. تو باید برای خضر خودت داشته باشی. صبر یک ویژگی شخصیتی خیلی برجسته است، ولی ما نمیخوایم صبر رو در حد و اندازه های یک ویژگی شخصیتی و اخلاقی محدود روش کار بکنیم. صبر محل امتحان ایمانه، و هر کسی ایمانش هر چقدر هست باید چیکار کنه؟ مواظب باشه. خدا از او امتحانی خواهد گرفت برای رشد ایمانش، برای تقویت ایمانش که ایمانش رو ببره بالا، از ظرف ایمانش خارجه، یا از ظرف علمش خارجه که حضرت موسی بن عمران بیشتر علمش بود، که بعد حضرت خضر فرمود که چگونه تو بتونی صبر بکنی در حالی که احاطه علمی نداری به کار من؟ سر در نمیاری از کار من؟ احاطه نداری؟ تو احاطه نداری؟ خبر نداری چیه اسرار کاری که من میکنم؟ و چجوری میتونی صبر کنی؟ خدا صبر ما رو امتحان میکنه. صبر یکی از ویژگی ها نیست مثل بقیه خصلت ها تو درستش بکنی حسابی بذاریش کنار تمومشه بره. البته بسیاری از ویژگی های کلیدی همین جوری هم درجه بندی هن. ولی بالاخره بعضی وقتا آدم موفق میشه در کنترل یک ویژگی بد. اون آقا خندید، گفتن آقا کم دیده بودیم بخندی تو این 40-50 سال. گفت امروز موفق شدم حب مقامو بکنم از دلم، خلاص شدم ازش. او آقا تلاش کرد موفق شد، حسادتو کند انداخت بیرون، تموم شد رفت. خب الحمدلله. یکی یه دفعه سخاوت داره دیگه، تموم شد دیگه، برو تا آخر صفاشو ببر، حالشو ببر، سخی باش، برو دیگه، راحت باش، برو سراغ عیبای دیگه‌ات. ولی یک کسی نمیتونه بگه من صبور شدم تموم شد رفت. کجا رفت؟ حالا یه جور دیگه میپیچوندت امتحان میکنه ببینه بازم صبر میکنی یا نه. بازم صبر میکنی؟ بازم صبر میکنی؟ هر چی بره جلوتر خدا بازم برات داره. اینجاست که اون صبر انقلابی نیازه، صبر به معنای مقاومت نیاز داره. ما خودمون نیاز به صبر داریم. صبر نباشه، خضر میگه آقا جون خداحافظ، شما بفرمایید. گاهی از اوقات شما در مورد موسی بن عمران وقت فکر نکنید دیروزی اشاره شد که بی صبری رو چی میدونید شما؟ جنایتکاری؟ مثلا کسی بی صبر بشه بزنه یکی رو بکشه میگه آها این بی صبر شد. گاهی بی صبری با یه دونه اخم کردنه. حضرت موسی بن عمران بی صبریش به چی بود؟ بفرمایید. به سوال کردن. لن تستطیع معی صبر، نمیتونی صبر کنی. بهت گفتم سوال نکن. بی صبری هم لازم نیست جلوش یه چیزای عجیب غریب و درشتی باشه که حالا حتما توش یه جنایت خاصی خوابیده باشه. نه، همین جور سادگی. اتفاق خاصی نمیخواد بیفته.
جنگ صفین حدود یک سال طول کشید. بابا خیلیه. بنده برداشتم از جنگ صفین برای شما بگم. قرآن سر نیزه کردن عامل شکست امیرالمومنین نبود. قرآن سر نیزه کردن آخرین آجر دومینو بود، نه اولین آجر دومینو. قرآن سر نیزه کردن یه دکمه بود برای کت صلحی که تحمیل کردن به امیرالمومنین. یه دکمه بود. شب قبل از قرآن سر نیزه کردن دعوایی که تو لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام راه افتاد و شما مطالعه بکنید چی بود؟ به حدی که آخر سر تو اون دعوا امیرالمومنین فرمود روش فکر میکنیم که جنگو بس کنیم یا نه. بعد دیگه اینا یه قرآن سر نیزه کردن دیگه بهونه شد، دیگه خلاص شد. دیگه شما فکر نکنید اونجا یه مش آدمایی بودن نادون. چرا اینجوری شد نمیدونم. خداوند متعال تصمیم گرفته بود اینا رو امتحان کنه. دستم گذاشته بود رو خرخره ایمان اینا، فشار میداد. اینا هی مقاومت میکردن. 30,000 کشته دادن. 30,000 برای یه شهر چند میلیونی بیارن شهید چی میشه؟ تو انقلاب ما، تو جنگ ما سابقه نداشته. 30,000 شهید دادن. از اون ور 70,000 کشتن. کمترین رقم. بابا آدم کشی هم حدی داره. خدا هی فشار میده این خرخره ایمان اینا رو. یه صبر بیشتر میخواد. یه صبر بیشتر میخواد. یه صبر آخر بریدن. ولشون کرد. این کاره نیست. سخت بود یا نه این امتحان صبری که از مردم در جنگ صفین گرفت خدا؟ بله. سخت بود یا نه؟ ماها بودیم به این سادگی میکشیدیم انصافا؟ عزیز من کار سختیه دیگه. شما فکر یه مش دیوونه در به داغون همینجوری سوت میزدن میومدن آمدن پای لشکر تفریح کنن، بعد یه خوششون نیومد برگشتن و امیرالمومنین هم گیر کرده و توی یه مش دیوونه. نه بابا بس جدیه. وقت شما فکر میکنید که ماهایی که مثل شازده گلپسر اینجا نشستیم و خیلی قیافه میگیریم برای کل تاریخ و آی لعنتش بر شما مردم کوفه و اینا الوبل، درسته حرفامون هم درسته ها، الحمدلله هم تو این مسیر هستیم، نمیخوام خدا نکرده تحقیر کنم. خب ماها بدون اینکه از مردم پای رکاب صفین علی علیه السلام برتر باشیم دستمون به امام زمان میرسه؟ بله. آقا جواب ندید سخنرانی ادامه پیدا میکنه. نمیرسه، دستمون نمیرسه. پس ما چقدر امتحان ایمان خواهیم داد به واسطه صبر؟ اصلا هر کسی هر مقداری صبر داره خوشحال نشه، من بعدش رو امتحان میگیریم. صبر ادامه داره. اینجوری میشه که میفرماد سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. خوب صبر کردی یا بیا. اینجوری میشه که اونجوری میگم. یه دفعه تو اونجا در بهش باشی چی صبر؟ آه اون روز مامانم زاد صبر کردم و میگی یعنی به قدر اون داری می... نه اینجوری که نیست. اونجا کدوم رو گفتی از خوبی های من؟ صبر رو گفتی؟ آه یادم نمیاد. آه اونجا صبر کردم. امتحان صبر یک روند مستمر داره. ایمان باید باشه، علم نمیتونه باشه. آقا من اگه بدونم صبر میکنم. خب پس چجوری خدا امتحانت بکنه؟ نمیدونی میخواد امتحان بگیره دیگه. یختبرون به ما یجهلون اصله، امتحان میگیره به خاطر تو اون جایی که نمیدونی. و در ارتباط با ولایت همیشه این موضوع چیه؟ جاریه. امیرالمومنین فرمود هیچ وقت رؤسای حکومت نمیتونن همه حرفا رو به مردم بزنن. تو اگه بنا باشه که صبر خضر، صبر
متناسبه با خضر نداشته باشی، موسی بن عمران هم باشی میبری. حضرت موسی حضرت خضر کنارش بود، فرمود نپرس. چرا گفت نپرس؟ بفرمایید. چرا گفت نپرس؟ خب بپرس دیگه. شاید میخواد بفرماید که تو از من بپرسی مشکل حل بشه، من جواب تو بدم. همیشه که همه موساها دسترسی ندارن به همه خضرها بپرسن. یه وقت دیدیم موساهای ایران نتونستن از خضرشون بپرسن، خضرشون نتونست بگه بهشون، اون چی میشه؟ همیشه که نمیشه سوال کرد. لذا تو هم سوال نکن، لذا ما الگو باشیم برای آینده ها. یه تحلیلش میتونه این باشه ها. ما دنبال این صبر هستیم، صبر انقلابی، صبری که موجب تداوم انقلاب میشه. صبری که نباشه یه انقلابو میشکنه. صبر انقلابی عمود خیمه انقلابه. مجاهدین فی سبیل الله دعاشون ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا. اول میفرماید صبر بده، چون اگه صبر نداشته باشی نصرتش هم نمیاد برات. اینم میفهمه دیگه، میگه اون صبر رو اول بده، چون صبر ندی نصرت نمیدی. نمیشه جا به جا گفت خدای ما رو کمکمون کن بعدش هم بهمون صبر بده. اگه کمکت کنم دیگه تو صبر میخوای چیکار؟ من کمکت که هم با معجزه کارت رو راه میخوام جلو دیگه. خدای اول ثبات قدم بهم بده بعدن صبر بده. خدای ثبات قدم چجوری بهت بدم؟ خب باید صبر داشته باشی که ثبات قدم پیدا بکنی. دیروز من یه کمی آمار قرآنی گفتم، احساس کردم شما زیاد تعبیر نگرفتید. بیشترین دستور خدا در قرآن به پیامبر دستور به صبره. اصلا حرفشو نزن. آیا ما نباید بیشترین سفارش رو به خودمون بکنیم در باب صبر؟ من هم که اصلا به حساب نمیام هیچ. و خدا صبر ما رو میخواد امتحان کنه، صبرمون رو میخواد امتحان کنه. خضر در راهه، خضر الان هست. خدای به ما صبر بده زود اظهار نظر نکنیم. یکم فکر کردی بعدن الهی آمین گفتی، خوبه با بگو الهی آمین ولی با تفکر بگو. خدای به ما صبر بده اگر خضر به ما گفت سوال نکن، سوال نکنیم. سوال نکنیم. حالا من میخواستم بحث رو ادامه بدم. حیفه تو همین موضوع فکر بکنید. این که دیروز بحث شد سر این که ریشه صبر رو بخوایم احیا کنیم در قلب خودمون باید بریم، یا ریشه بی‌صبری رو بخوایم بکنیم باید بریم اون راحت طلبی رو درستش بکنیم. و راحت طلبی رو چجوری میشه به طور اساسی درستش کرد؟ میخواستم امروز یه چیزی هم اضافه کنم. حالا یه چیزی اضافه میکنم کوتاه. راحت طلبی ریشه بی صبری بود دیگه، درسته؟ بله آقا. خب این راحت طلبی رو روش های مختلفی داره شما ریشه شو بکنی، باش مبارزه کنی. یکی حب و دنیا رو از دل بکنی. حالا یه شعار کلی اگه آدم موفق باشه که خب خیلی خوبه. یکی دیگه که اون خیلی کارآمد، یعنی چون واقعا نقد اثر میگذاره، بدونی اصلا دنیا جای راحتی نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این راحت تر بده. یکی دیگه هم تمرین کنید رفقا،
کندن از راحت طلبی رو تمرین کنیم. ببین من به خیر خیر تو رو میخوام دارم میگم ها، کلن شب میتونی با پوتین بخوابی؟ با پوتین بخواب، متکازی به سرت نذار. دوران جنگ ما میومدیم شهر با مانمون دوشک میدونم، نه دیگه دوشک نمیخواد، دوشک به نزی خراب میشن. بابا رو دوشک بخواب، دوشک نمیخواست. زیر جامعه به راحت بپوش، نمیپوشیدن. من خاطره دارم برای شما میگم، اینا تو بچه ها بوده، بعدا ما تو کتاب ها خوندیم بابا اینا چه عملیات عرفانی میکردن. آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن که پدر من اکثرا نشسته میخوابیدن. بعد توی یکی از توصیه هاشون دیدم یه جایی کسی پرسیده بوده که من چجوری بر خواب غلبه کنم، فرموده بود که دراز نکشید بخوابی، خب نشسته بخواب، زدی رو سر خواب. ببین اینا تکنیکه، کار کن. بچه ها میرفتن جبهه میومدن اصلا تو آشپزخونه نمیذاشتن مامان دیگه کار کنه، میرفتن جبهه میومدن ظرفاشو رختاشو خودش میشست. حالا رخت تو الان چه ربطی داره به شهادت طلبی؟ برو شهادت طلبی، برو شعار بده. میگفت نه مامان اینجوری نی، با شعار دادن اینا چی درست نمیشه. این راحت طلبی باید ریشش کنده بشه. من اگر یللی تللی بدم الان بیشینم که بعدا صبرم ابه میره. آقا یه تکنیک اخلاقی گفتیم درسته؟ بله؟ میخواستیم امروز اینو بیشتر بستش بدیم ولی بیخیال رد شیم. راحت طلبی رو ریشش رو بکن. ما یه دیروز یه ضربه بهش دادیم، یه تبر زدیم به ریشش. چی بود اون؟ دنیا جای راحتی نیست. امروز هم یه لگد زدیم بلکه بیفته دیگه. اون چیه؟ اون که تمرین کنید دوری از راحتی رو. خب زهد، مجاهدت، فعالیت، نمیدونم حالا اصطلاحات جدیدم بکنیم بگیم با کلاس بشه به قول بعضیا، اکتیو بودن، اینا رو هم بیار قاطی کن. خدا بگم تکنولوژی رو لعنت بکنه که این کار صحیحی نیست. تلویزیون یاد داده بشینی، اخیراً دیگه این ریموت شم دادن دستت، اصلا دیگه تکون نمی، دستت هم تکون نمیدی، انگوشتو اینجوری میکنی، جهان جلو چشمت میچرخه. یه صندلی بهت بدن کره زمین اینجوری با نوک پات بچرخونی جلو دم این کارو میکنی. برای اینکه ببین چقدر شما تیزید که ما چه حرفای بی ربطی رو ربطشو میتونیم تو 2 دقیقه بگیم و معلوم بشه و بریم. شما بچهای تیزی هستی ها. صبر انقلابیه برای خضر که موسی بن عمران کم آورد با چی شروع میکنیم اینجا درست کردن؟ با گریز از راحت طلبی. ولی نماز شب که بلندشی خودش این اصلا اینه، اصلا نماز شب خدا گذاشته برای مجاهدین فی سبیل الله. هیچ وقت جوان ها توی این مملکت به اندازه دفاع مقدس نماز شب نخوندن، چون اونجا تو وسط میدون صبر میخواد. صبرم اینجا درست میشه. اینی که یللی تللی میکنه نمیتونه بلنشه، راحتی خودشو میخواد. تو اینجا داری راحتی رو تقویت میکنی، راحتی رو تقویت میکنی، بعد میخوای اونجا صبر کنی. ما که گفتیم که عزیز من فدات بشم، چند بار میگن یه چیزی رو، گفتیم که این ریشه بی صبری راحت طلبیه. یادم هست قبل از عملیات فجر 1 عکس چادرشو دارم، عکس هم چادریامونو دارم. یه چادری داشتیم با هم دیگه، توی چادر این مقرراتو گذاشته بودیم. نمیدونم جایی هم نوشتم یا نه، همون سالها سال 61، یعنی عملیات کشید به 62، ولی ما تو اون چادر و گردان سال 61 دوره هم دیگه بودیم.
که اتفاقا عید سال 62 با هم دور سفره هفت سینی نشسته بودیم، عکس انداختیم، مین سبدی، مین سوسکی، سیم خاردار، سیمچین، نا سفره هفت سینی ما مثلا اونجا که بعد چه عملیاتی بود، محاصره، کشته هامون نتونستیم بیاریم، مجروحایی که میگفت راه باز نشده بریم عقب، چه عملیاتی بود، صبری میخواست. توی چادر قرار گذاشته بودیم برای مبارزه با هر نوع راحت طلبی. حالا راحت طلبی که صبح که میبردن میدوندن که حسابی، یکی شب در میون از جلو چشم من یکی از بچه ها به شهادت رسید، یعنی مجروح شد بعد به شهادت رسید تو خشم شب. ما اونجا داشتیم مبارزه میکردیم با راحت طلبی ها. گفتیم بچه ها این ور سفره نشستیم، پارچ اون ور سفره است، نگیم اونو به من بده، خودمون بریم ورداریم. بعد یکی یادمون هست، یادم هست، خدا رو شاهد میگیرم، اومد تو چادر ما، گفت شما چه اینجوری میکنین؟ نمیدونست ما قراری که با هم دیگه گذاشتیم چی بود. قرار تو حدود 20 و چند نفر بود، چون چادر بزرگ بود، هر دسته ای هم 20 و چند نفر بودیم، 22 نفر، 21 نفر. چجوری کار بکنیم؟ تنبلی نکنیم. چرا؟ چی میشه تو جبهه؟ تنبلی از خواب بیدار شدن از بین میره. ربنا افرغ علینا صبر. صبر ویژگی سربازان مهدی فاطمه است. تمام. برو اینو تا تهش برو. پیدا کن. برش دار. ریشه‌شو. هر کجا لازمه. چی میشه؟ سر سفره تنبلی نمی کنه که اون پارچه بده، اون پارچه بده. وقت بچه ها اونجا شفاف شده بودن، آینه شده بودن، مثلا یه فضایی بود. آقا خب شما که میدونید از دور یه چیزایی شنیدی، ما دیدیم داریم از شما تعریف میکنیم. یاد یه کسی افتادم که خدا صبرش رو امتحان کرد، پیروز شد، 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 دوباره امتحان کرد، بیشتر سخت گرفت، امتحان کرد، پیروز شد، دوباره سخت گرفت، امتحان کرد، تا دق کرد. نه به تلخی دیگه، جسم نکشید باهاش. و هیچ کس او را نشناخت و رفت. هیچ کس او را نشناخت و رفت. و الان هم دقیقا معلوم نیست قبر او کجاست. گویا خدا دوست داشت او ناشناخته بماند. چند احتمال درباره مزار او هست، اما از او خبری در دست نیست. خدا از صبر او امتحان گرفت، پیروز شد، امتحان دیگر گرفت، پیروز شد، امتحان دیگر گرفت، پیروز شد، امتحان دیگر گرفت، پیروز شد. و او زینب بود. زینب تا رسید به مدینه همه فکر کردن خدا دیگه زینب رو کاری نداره، دیگه امتحان نمی کنه صبرشو. یه دفعه اومدن جلو چشم زینب، انقدر نیش زبان زدن، گفتن عبدالله ابن جعفر، اینا همش تقصیر حسین توه ها. آخ قلبم. و خدا صبر زینب رو امتحان کرد. یکی از اولین جاهایی که خدا صبر زینب رو امتحان کرد، دوتا گل پسراش بودن که به میدان فرستاد. برید
وقتی جسد بچه هاشو آورد حسین صبر کرد بیرون نرفت. حسین وقتی داشت بدن بچه های زینب رو میذاشت کنار علی اکبر خودش، حتما زیر لب زمزمه کرد عجب صبری داره خواهر، عجب صبری داره. عجب صبری داره خواهرم. رفت تو مجلس عبیدالله ملعون، عبیدالله شروع کرد نیش زبان زدن، عجب صبری کرد زینب. یه چیزی زینب جواب عبیدالله رو داد، عبیدالله کم آورد چی؟ اصلا عبیدالله کی هست که عالم حساب بیاد تو عالم؟ فرشته های الهی کم آوردن، اونا که شاهد کربلا بودن. یعنی فرمود ما رأی تو الا جمیلا، خدا خیلی به من لطف کرد. هیچ کس زینب رو نشناخت. مثل مادرش قبرشو گم کردیم و رفت. یا زینب بچه هات بهانن امروز برای تو گریه کنیم. زینب در یه سکوت مرموزی پر کشید و رفت. همشو صبر کرد. این بانویی که گفت من ایستاده بودم دیدم که مادرم را، گوش من گهی به خانه گاهی به کوچه میزم. عجب صبری زینب داره. خب آماده ای روزه بخونیم دیگه، رفتی کربلا. بچه هاشو فرستاد محضر حسین، برید از اربابتون دفاع کنید عزیز دلم. بچه ها اومدن آقا یا ابا عبدالله اجازه میدان بده، با یه شوق و ذوقی اومدن. آقای نگاه کرد چشاش بره عشق شد، فرمود نه شما مادرتون بهتون احتیاج داره، برید از مادرتون اجازه بگیرید. دوست ندارم خواهرم یه داغ دیگه ایم رو دلش بنشینه. برگشتن نمیدونم به مادر چی گفتن، شاید گفتن مادر شما اگه به ما نیازی ندارید ما بریم، بفرمایید اذن بدید آقا اجازه بده، مشروط به اذن شما شده. اگر زینب خواسته باشه یه جوابی به بچه‌هاش داده باشه، لابد اینه برید پسرای من به کمک شما احتیاج ندارم. چرا؟ من دیگه وقتی حسینمو از دست بدم میمیرم، دیگه زینب زنده نیست، دیگه زینب امروز عصر یه مرده متحرکه، دیگه به کمک شما نیاز ندارم.